بسم الله الرحمن الرحیم. خب داستان دیگری از داستان اصحاب پیامبر رو امروز با هم میخونیم، داستان نعیم ابن مسعود، شخصیتی که به خوبی خدعه را در جنگ تشخیص میده، به اصطلاح به عبارتی نیرنگ. چون جنگ تنها یک نبرد مبارزه رو در رو نیست، بلکه در جنگ باید از ازارهای فریب هم استفاده کرد. بحث جنگ روانی هست، بحث ایجاد اختلاف در سپاه دشمن هست، کسانی که در برابر انسان هستند، و این نیست که فقط در جنگ افراد اسلحه به دست بگیرن و خون همدیگر رو بریزن. راه‌های متعدد در جنگ باید استفاده بشه و این طبیعی هست. اگر بیاتون باشه در داستان عتبه ابن قزوان گفتیم، یا در برخی دیگر جنگ‌های صحابه، که چگونه مثلا خالد ابن ولید یا عتبه ابن قزوان در پشت سر سپاه دشمنان، سپاه مسلمانان مثلا گرد و غبار را مینداختن، پرچم‌هایی رو برمی‌افراشتن که دشمن فکر کنه داره سپاه پشت سر سپاه داره میاد. یا در برخی از جنگ ها داریم که مثلا تقسیم میکردن، مثلا جمعیت رو به گروه های 100 نفره هی مرتب به سپاه اضافه میشدن، در حالی که نیروهایی که در برابرشون بود اینها رو میدیدن گفتن اوه چقدر داره نیرو بهشون اضافه میشه، با دور میزدن میومدن. نعیم ابن مسعود هم از همین افراد هست، کسی که به خوبی میدونه که جنگ در واقع خدعه و فریب هست. نعیم ابن مسعود جوانی هست که دارای ذکاوت و هوش فراوانیه، اما آدم ولخرج، آدم خوشگذران، آدمیه که به خاطر دارایی پول و ثروت و اخلاق و رفتاری که داره معمولا تو زندگی براش مشکلی پیش نمی اومد. معروف بود که فرزندان صحرا این گونه هستن، کسانی که هم دارای ثروت هستن هم دارای موقعیت هستن و خوب میتونستن تشخیص بدن چه بکنن چه نکنن، با مردم ارتباط بگیرن. و طرفی هم خب جوانی گفتیم خوشگذران بود، فردی بود که اهل تفریح و گردش بود و بعد دوست داشت که بالاخره مجالس موسیقی و تفریح و لهو و لعب و امثال اینها بره. و در یثرب که قبل مدینه، که حالا قبلش یثرب نامیده میشد، خب یهودیان هم دارای مجالس لهو و ریب و بالاخره رقص و آواز و اینجور چیزها هم بودن. و این بود که هر چند وقت ایشون از قبیله خودش، قبیله قطفان بود، میرفت بالاخره به یثرب بین یهودیان در مجالس لهو و ریب شرکت میکرد، خرج میکرد. و خب آدم دست دلبازی هم بود توی این مجالس و معروف بود که بهترین رفاه و تفریح و بالاخره گردش ها رو، بهترین خدمات رو میداد و اونها هم بالاخره خوشحال میشدن وقتی کسی مثل نعیم ابن مسعود وارد مجلس اینها میشد. به همین سبب چون شرایط اون موقع یثرب در بین یهودیان و این مراسم خیلی خوب بود، بالاخره حالا مثل امروز بگن حالا کاواره ها یا امثال اینها، این هم میرفت و اونها هم خوب رفت آمد زیاد مدینه داشت، اونها هم به خاطر این رفت آمد یک پیمان و دوستی و اعتمادی بین بنی قریظه و نعیم ابن مسعود برقرار شده بود، تا اینکه خداوند این چنین کرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به پیامبری برگزیده شد و نور اسلام در سرزمین عربستان شروع شد به پخش شدن. اما نعیم ابن مسعود جزو کسانی بود که نخواست این دین رو بپذیره. چرا؟ که در ناز و نعمت و ثروت و لهو و لعب و بالاخره تفریحات، شاید خیلی دیگه خودتون میدون کلمات من به کار نبرم، مشغول بود. خب کجا بود حاضر بود که اینها رو بیاد رها بکنه و بیاد به دین اسلام رو بپذیره؟ تو عادت کرده بود به اون وضعیت. این بود که از این دین اسلام به شدت روی گردان و اصلا حاضر نبود که به طرف دین اسلام هیچ علاقه‌ای داشته باشه. و از اون طرف وقتی که خب حقیقت اسلام رو نپذیرفت و نخواد اسلام رو بالاخره بپذیره، علارغم که خیلی چیزها رو شاید فهمیده بود، اما از اون طرف رفت در کنار دشمنان اسلام با اونها همراه شد و خودش رو در کنار اونها قرار داد و شمشیرش رو بر از نیام برکشید تا بتونه مقابل مسلمانان بجنگه و از کفار دفاع بکنه و همراه و همپیمان اونها بشه. خلاصه نعیم ابن مسعود در جریان غزوه احزاب، که همون اتفاقی گفتاد که گفتیم خندق هم بود، یک صحنه جدیدی در زندگیش رخ میده. به ویژه در تاریخ دعوت اسلامی این جنگ دارای یک ویژگی خاص هست، داستانی که پر از درس و عبرت هست و در جنگ ها میشه گفت میشه از این داستان بهره برداری کرد. این داستان رو بذاریم ما از زبان خود نعیم ابن مسعود بشنویم، ببینیم چگونه هست. تاریخ از این حادثه خیلی نقل کرده که چه اتفاقاتی افتاده و این از هوش و ذکاوت خودش چگونه تونسته استفاده بکنه. نعیم ابن مسعود میگه که بله، در این جنگ احزاب
بالاخره قبیله من هم همراه شدن با مشرکین برای اینکه بیان و مدینه رو محاصره کنن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مسلمانان رو از بین ببرن. از اون ور هم یهود بنی قریظه، بنی نظیر که در مدینه بودن که با پیامبر پیمان بسته بودن، اون هم اومده بودن پنهانی با مشرکان به ویژه اهل مکه و بنی قطقطوان اینها که بتونن که همراه بشن، گفتن شما وقتی حمله کردید ما هم از پشت سر حمله میکنیم و بالاخره به صورت حمله گازنبوری مسلمان ها رو از بین میبریم. در داخل هم خب سپاه منافق، نیروهای منافق در بین مسلمان ها وجود داشتن که هیچ کارش هم نمیشه کرد، کسانی که ظاهرا اسلام پذیرفته بودن اما باطنا با اسلام و مسلمانان دشمنی داشتن. ایشون میگه که بالاخره از اون ور یهودیان خیلی تلاش کردن، هم بین قریشیان اومدن نیروهای جاسوسیشون رو فرستادن، گفتن ما درست پیمان بستیم با محمد اما شما بیایید و ما اون پیمان رو میشکنیم همراهتون میشید. از این ورم اومدن اینا به قبایل من و قبیله من رو در قطوان در نش تحریک کردن ضد مسلمانان. بالاخره میگه نیروی گسترده آماده شد و این نیروی گسترده اومد بالاخره مدینه رو محاصره کرد. مسلمانان در اون ور خندق، این نیرو در این سمت، از اون ورم یهودها، یهودیانه که پیمان شکسته بودن و که دنبال فرصت میگشتن که هر لحظه حمله بکنن تا مسلمانان رو از بین ببرن. نوعی ببین مسعود نکته خیلی عجیبی در داستانش اتفاق میفته. ایشون میگه که وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنید چنین اتفاقی افتاده و در چنین شرایطی مسلمانان قرار گرفتن، نمیدونست دیگه چه باید کرد. مشورت کرد با یاران خودش که ما چه باید بکنیم. چون مدینه رو بررسی کردن، گفتن از این ناحیه نمیتونه دشمن حمله کنه، از اون ناحیه نمیتونه دشمن کنه، از این ناحیه محلیه که اینا میتونن حمله کنن به مدینه. تا اینکه سلمان فارسی نقش طرحی رو داد، گفت ما در سرزمین فارس وقتی که این چنین شرایطی پیش میاد خندقهایی میزنیم در محلها دور شهرها که دشمن نتونه از این خندقها عبور کنه، در این خندقها موانعی رو قرار میدیم. این بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با یارانش با تمام نیروهایی که داشتن اومدن در اون محلهایی که احتمال داشت که دشمن اونجا از اونجا حمله بشه، وارد کنه، وارد مدینه بشه حمله کنه، خندقهایی رو کندن. و خب خندقهای بزرگی رو کندن اینا در برابر این سپاه بزرگی که در اونجا فراهم شده بود. اما از طرف دیگه خب یهودیان هم اونجا دو قبیله بودن، بنی قریظه بود و بنی نظیر. اینها هم آماده شده بودن برای اینکه بالاخره بتونن اگر حمله آغاز شد اینها وارد شدن، اینها هم با مسلمانان در وارد درگیری بشن. اما بین رهبران بنی قریظه و بنی نظیر یک اختلافی پدید اومده بود. اینا مثلا میگفتن که برخیش میگفتن اگر ما الان شما پیمان شکستید، ما مثلا اومد محمد پیروز شد صلی الله علیه و سلم، اون موقع تکلیف ما چیه؟ خب قریشی ها که میرن برمیگردن میرن خونهشون، ما اینجا چه وضعیتی داریم؟ اونها میگفتن نه، ما باید اینجا هر طور شده ماجرا قائل اسلام رو تموم بکنیم، همون کینه و انتقامی که داشتن. و این اتفاق سبب شد یه مقداری بین بنی نظیر و بنی قریظه یه مقداری چیکار بشه، شرایطی کمی ملتهب بشه و اینا یه کمی تقریبا بینشون سستی ایجاد شده بود. از اون ورم دو سپاه بزرگ از بنی قطفان و قریش اومده بود و بالاخره مدینه رو محاصره کرده بود. شرایط خیلی سخت شده بود، بالاخره آماده جنگ بودن در هر لحظه و اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته. شرایط اقتصادی هم چون محاصره اقتصادی شده بود دیگه، در واقع این شرایط بسته شده بود، مواد غذایی هم دیگه نمیرسید به مدینه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مونده بودن چه کار بکنن. میشه گفت امکانات هم برای مسلمانان کم بود، از اون ور در تحت محاصره هم بودند و گفتم همه اینها دست به دست هم میداد. منافقان میگفتن اه مگه محمد به ما وعده نداده بود که گنج های کسرا به دست ما میفته، قصر های قیصر به دست ما میفته، امروز ببینید ما در چه شرایطی هستیم، زن و بچه‌مون در امان نیستن، وضعیت ما در امان نیستن، ماها همه نابود خواهیم شد. و خیلی ها از همین طریق منافقین تونستن چیکار کنن، برگردن و سپاه مسلمانان رو ترک بکنن که ما میریم پیش زن و بچه‌مون، زن و بچه‌مون شرایط خیلی بده. و با یک چنین مباحثی رو شروع کردن برخورد کردن. اما خب وضعیت حساس شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یکی از این شبهایی که تحت محاصره بودن
تقریبا میشه گفت نزدیک 20 روز بود این شرایط قرار گرفت. اونها اون بر خندق بودن و خب از این برم خبر شده بودن که یهودیان پیمان شکستن دیگه و با اونا هم دست هستن. منافقین هم که این گونه هی سعی میکردن دل مسلمانان رو خالی کنن، خیلی هم که خالی کرده بودن میدان رو. ایشون دعا کرد گفت خدایا تو رو به همون عهد پیمانی که باهات بستم سوگند میدم. اللهم انی انشدو که عهدک و وعدک، خودت ما رو یاری کن، هر کاری میخوای بکن ما رو در این شرایط قرار نده که احزاب و دشمنان از هر طرف علیه ما همراه هماهنگ شدن. اما ببینیم در این ور چه اتفاقی میفته. نعیم ابن مسعود، نعیم مسعود در یکی در همین شرایط شبهایی که اومده بخوابه، نعیم مسعود خب چشماش رو میخواد ببنده در اون تاریکی شب و بشینه استراحت بکنه. چشماش رو به آسمان بود، آسمان رو نگاه میکرد، با خودش فکر میکرد. آدم خب عاقلی بود، اینطوری هم درست اهل تفریح و خوشگذرانی بود، اما اهل خرد و فکر هم بود. در فکر طولانی فرو رفت با خودش. یه دفعه با خودش گفت ای نعیم، تو میدونی چی کار میکنی؟ از اون همه راه دور اومدی از در این سرزمین نجد که با محمد بجنگی، مگر این محمد چه میکنه؟ چه از شما خواسته؟ تو فقط برای مسائل قبیلگی و مسائل جاهلی وارد این میدان جنگ شدی، اون هم بدونی که بدونی که حقیقت چیه؟ آیا تو آدم عاقل درسته که با چنین فردی بدون هیچ علتی بجنگی؟ تو شمشیر رو تو کشیدی در برابر یک انسان صالح و نیک، محمدی که داره مردم رو به عدالت دعوت میکنه، به احسان و نیکی دعوت میکنه، مردم رو دعوت میکنه به کمک یتیمان و بالاخره اقوام و بیوه ها و امثال اینها، تو چرا این گونه هستی؟ چرا میخوای شمشیر خودتو آلوده کنی به خون یاران محمد و محمد؟ چرا از حق پیروی نمیکنی؟ تا کی میخوای از این لذت های زندگی دنیا بهره مند بشی؟ همچنان این با خودش شروع میکنه در حال صحبت کردن که انسان دیگه، هر انسانی ببینی، انسان ها وقتی میخوان هدایت بشن داره با خودش گفتمان میکنن دیگه، هر فردی میبینه حق و باطل. ما الان با این گفتمانی که در برنامه ها داریم خیلی از افرادی که هدایت شدن خودشون میگن میام مینشینی با خودمون دو تا چهار تا میکنیم. در این دو تا چهار تا برای نعیم ابن مسعود یک اتفاقی میفته. با ما همراه بشید تا جلسه بعد ما بتونیم ان شاء الله دنباله این داستان رو با هم بخونیم. تا روز دیگه و جلسه دیگه در پناه خدا مهربان باشین. خداوند یار و نگهدارتون.